برنامه داشته باشن نمیدونم حالا بعدش میام حالا. آره سوالش طولانیه، با حوصله گوش کن. میگه که درود بر بابک و آرمین نازنین، یک فردی در کلاب هاوس که در ولز زندگی میکنه و آتئیست هست از تجربه گفت به نام تجربه قدسی. تا اینجا شوکه ای؟ تجربه قدسی یعنی چی؟ روحانی، نمیدونم چی بگم. حالا قدسی آره، حالا انگلیسیشو در میارم بهت میگم اگه بچه ها تو چیز بودن. نه اوکی، منظورش در قال آره حالا حالت مثل وحی شدگی مثلا که در غاری اوایل کرونا در ویلز این تجربه عجیب را داشته بدون استفاده از هیچ گونه مواد مخدر یا محرک. و میگفت گویا کل جهان هستی را در چند لحظه بدون واسطه و بدون حواس پنجگانه لمس کردم و پس از چند بار حالا نمیدونم اسم مواد مخدر میتونیم اینجا بیاریم نهاریم نمیدونم حالا هست مشکل نداره که یوتیوب نه کدوم گفته که استفاده نکرده دیگه. نه گفته که بعد از این تجربه اومده چند بار رفته یک مواد مخدر خاصی و حالا نه رسوش نه آره. اومده مواد مخدر خاصی و استفاده کرده. آقا ما تبلیغ نمی‌کنیم یوتیوب، ما استفاده آره ما اینجا استفاده اینا رو به هیچ کسی تبلیغ نمی‌کنیم. آره تجربه آره استفاده کرده و بذار اینجوری لمس کردن بعد چند بار با استفاده از اون مواد مخدر مجدد آن سعی کردن آن حس را تجربه کنه. حس هایی که با اون مواد مخدر داشته خیلی شبیه به اون حس شد اما اصلا به اون نرسید. میگفت زمان را حس نمی کردم و اصلا حواس شنوایی و بینایی نبود. میگفت اگر بدانم بمیرم دوباره آن حس را تجربه میکنم همین الان خودکشی میکنم. اما همچنان آتئیست هست این فرد این آقا و میگفت میدونم این حس قابل موجه کردن نیست، قابل توجیه نیست. حالا سوال اینجاست، میگه سوال اینجاست، سوال از توی آرمین که اولا نظرتون راجع به تجربه قدسی چیست؟ سوال تجربه اوکی. این که بر فرض وجود خداوند، آن هم یک خداوند، میشود چیز ادبیاتی میشود تجربه محمد در غار را هم موجه کرد با این قضیه، یعنی این شرایطی که برای اون فرد پیش اومده محمد هم همچین تجربه رو در غار حرا داشته باشه اگه خدا وجود داره یا نداره. با فرض برای این که وجود داشته باشه، اگه خدا وجود داره که همه چی رو نمیشه موجه کرد. فکر کنم بر اشتباه گفت، فکر کنم گفت اگه وجود نداشته باشه ممکن محمد هم بر فرض وجود خداوند آن هم یک خداوند میشود نمیدونم اینجا یه چی بد نوشته میشود تجربه محمد در غار حرا را موجه کرد توجیه کرد. آقا جان شما وقتی به خدا و جادو جنبل و ماوره و طبیعه و این چیزا اعتقاد داشته باشین شما بگید چی رو نمیتونید موجه بکنید. شما وقتی که علم و قوانین و طبیعت و اینا شما رو محدود نکنه همه چیز و هیچ محدودیتی برای اینکه هر چیز رو توجیه بکنید نداریم. درست میگم بابک؟ معلومه که موجه میکنه وجود خدا، وجود یک خدا. خب همه چرت و پرت‌ها و جن و پری و پیغمبر و وحی و معراج و همه این چیزا یه دفعه ای قابل باور میشه. خب خدا رو شما تمام به این دنیا خدا رو اضافه بکنین دیگه هیچ چیزی، هیچ همه افسانه ها قابل بابا من خیلی اکو داره، خیلی اکو داره. من نمیدونم چرا اینا بردم عقب گوشیمو چون داشتم خب. از توش دارم میگم برو بگو. خب نمیشه اصلا میوتش بکنی؟ حالا فکر کنم دیگه نباید داشته باشی قاعدتا. آره ولی خب هی برمیگرده هر چی آره. میگم تو اصلا مفهوم تجربه قدسی رو متوجه شدی آره من دقیقاً چیه؟ من الان خودم چیز انگلیسیشو زدم اگه اشتباه نکنم میشه sacred experience. آره ولی خب ببین بابا من میشم نمیشه میوتش بکنی تلفن تو؟ آره شما صحبتتو بکن من اینو خاموش میکنم. اوکی چیزه تجربه قدسی قدسی نیستن، مقدس نیستن، اسمش فقط اینه. درسته؟ اینا همش کاملا اتفاقات طبیعی هستن. بسیاری از آدمای مختلف تجربه های به این شکلی یه دفعه تو طول زندگیشون داشتن، مخصوصا وقتی که یه جاهای خلوتی بودن یا موقعهایی که داشتن
مدیتیت میکردن. مدیتیت به فارسی چی میشه؟ و یه چیزی فکر میکردن، تمرکز میکردن. همچین اتفاقاتی برای خیلی ها افتاده، کاملا هم طبیعی هست، هیچ چیزی وجود هیچ چیزی خارج از طبیعت هم توجیه نمیکنه. اینکه مغز ما یه دفعه یه اتفاقاتی میفته، ما یه تجربه هایی میکنیم، این نمیشه اتفاقات شیمیایی تو مغز ما هست. چه ربطی داره با اینکه خدا خالق داره یا نداره، اینکه ماورالطبیعه وجود داره یا نداره، هیچ ربطی نداره. اینکه مغز ما هر چنگای یا واکنش های شیمیایی انجام میده که ما به یک احساسات خاصی رو به ما میده. اینکه مردم از مواد استفاده میکنن و یه احساس از همین مثلا همین بگم، این مواد همین کارو میکنه، تو رو اون میبره خب نسل میبره مواد شیمیایی دقیقاً. خب این مواد خب دقیقاً، خب اینکه موادش این مواد شیمیایی این تاثیر رو مغز ما میذاره، خودش یه جور اثباته که اینا همش اتفاقات شیمیاییه. دقیقاً هیچ ربطی با مواد طبیعی نداره. دقیقاً همینه. حالا میخوام ادامه بدم، این سوال چون تموم نشده، خیلی مبحث مهمی بوده تو این چند وقت. حالا خب نظرت هم که گفتی در مورد تجربه قدسی، در مورد هم گفتی اگر همچنان خدای یکتا را فرض بگیریم و امکان واقعی بودن تجربه قدسی را فرض بگیریم، باز هم میتوان رابطه محمد و جبرائیل در غار حرا را موجه کرد؟ یا اگر بر فرض هم درست باشه، برای خودش درست هست و هیچ ارگومنتی برای موجه کردن این تجربه قدسی بر دیگران وجود ندارد؟ یعنی چی؟ من نمیفهم سوالش. میفهمی که اگر محمد همچین چیزی فرض بگیریم که همچین چیزی خدای یگانه وجود داشته، خدای یکتا وجود داشته باشه و تجربه قدسی هم درست باشه و محمد هم با وحی با جبرائیل هم تماس هم داشته بر این اساس، خب میگه که این مسئله رو به هر حال یه مسئله شخصی باید در نظر بگیریم دیگه. آیا میتوان این قضیه رو به افراد دیگه هم بس داد که بگم ما همچین تجربه ای کردم، تو الان بیا به خدای ایمان بیاور یا به فلان چیز؟ آقا جان وقتی شما میگی خدای یکتا وجود داره، مسئله کاملا شخصی. نه از دید چیز بفهم کجاش میشه شخصی باشه. تو میگی خدا وجود، میگی که اگه توجیه کرد که محمد خدا رو دیده، اگه خدا وجود داره جبرئیل وجود داره، چه چیزی میتونه شخصی باشه؟ خدایی که مسلمان‌ها بهش میگن خداست وجود داره، اون خدا وجود داره، الله وجود داره، خالق جهانه. یک خدای یکتا نگفته کی؟ خب خدا تعریف خدا خالق جهانه، چجوری میتونه این شخصی باشه؟ اگه خالق جهانی وجود داره، خب برای همه اون وجود داره. اگه فقط برای اون شخص وجود داره، خب این خدا نیست، یه چیز تجربه شخصی. خب که الان بحث سر اینه که میگی که آیا تو اصلا تو محمد دفی در غار حرا این اتفاق اومدی دیدی؟ خب متوجهی؟ منم یکی از به حساب کینو پرسیده؟ خیلی بحثش مفصله، حالا خیلی مفصله واقعا میگم کینو پرسیده. تو به تو این وحی شده، خب و تو در غار این قضیه برای تو پیش اومده، اومدی الان پایین تو مکه داری به من میگی بابک من پیامبر خدا هستم، خدا رو هم دیدم، آیا من باید بپذیرم یا نپذیرم؟ نه خب ببین شما فرض من یه فرضی دارم دیگه، من یه فرضی دارم که یک خدایی وجود داره. اما الان خدای... آیا که تو اما الان که تو آیا پیامبر خدا هستی همچین ادعایی داری میکنی، باید بپذیرم یا نباید بپذیرم؟ نباید، معلومه که نباید بپذیری، ولی چیزی که سوال بود فرق داره با این چیزی که تو داری میگی. تو گفتی خدای یکتا وجود داره، اگه ما فرض داریم میکنیم که خدا وجود داره، خب این ماورای آها به سوال جالب عوض میکنیم. آها خب بذار جالب شر شد. خب فرض کن که بیا بالا آرشه. آره آرش رو دارم میارم بالا چون این آتیشیه که آرش ریخته این وسط. بذار بیاد بیرم چون خودش برای من نوشته اینو، بیاد خودش هم توضیح بیشتری بده. اما حالا تو صحبتتو بگو تا آرش بیاد. ببین اگه خدا واقعا وجود داره ولی با بابک وحی داده که ببین من خدا هم، برو به بقیه بگو، خب و به تو هیچ چیز دیگه به غیر از این وحی نداده، من نمیتونم حرف تو رو قبول بکنم حتی اگه این خدا وجود داشته باشه. خب برای اینکه به تو این وحی تو با یه تخیل هیچ فرقی نداره. خب این خود این تو باید به من بتونی نشون بدی که این وحی که تو حتی اگه راستش هم داری میگی، ببین فرض کن که بابک برای ادعات باید نشون بده که برای من قابل پذیرش باشه. ببین راحت تر میکنم، بابک یک و بابک دو. خب به بابک یک خدای واقعی، خدای یکتا، خدای خالق جهان یه وحی میکنه، میگه اقرا به اسم کلذی خلق. خب ولی بابک دو
تخیل میکنه، تصور میکنه خب که بهش وحی شده و یه خدا اومده بهش گفته که اقرب از مکل لذی خلق. خب این بابک یه دو دقیقا همون تجربه ای رو داشت که بابک یک داشت، که یه خدا واقعا اومده بهش وحی کرده، ولی یکیش واقعی بوده یکیش تخیلی بوده. بذار سب کنم حرف دارم باشه. نه نمیارم بالا. بابک یک میاد میگه به من میگه که خدا به من وحی کرده، بابک دو هم میاد به من میگه خدا به من وحی کرده. هیچ راهی برای من وجود نداره که تشخیص بدم کدومش واقعیه کدومش تخیلیه، چون جفتشون دارن به من یه چیز میگن، جفتشون به من دارن یه ادعا میکنن، جفتشون دارن درباره یک تجربه با من صحبت میکنن. چون حتی اگه بابک یک داره حرف واقعی رو میزنه و خدا واقعا بهش وحی کرده، چون هیچ فرقی با بابک دو نداره که اینا رو تصور کرده، من میتونم من بابک یک رو به همون اندازه باید جدی بگیرم که بابک دو رو دارم جدی بگیرم، حتی اگه خداش واقعی باشه. متوجه شدی؟ به هر حال میگم آره، من متوجه شدم. آرش هم میاریم بالا. این سوال رو یه فردی به اسم اسکپتیک کرده، شکاک، واقعا این سوال رو پرسید. من خیلی کجا رفت؟ نمیدونم کجا رفت. خیلی از این سوالش خوشم اومد، همه رو هم گرفتار کرد. سوال واقعا نمیدونم آرش کجا رفت. آرش اگر میشنوی بیا. به هر حال یه همچین چیزیه. حالا میگم بحثش خیلی مفصله، چون الان تقریبا شکم یه هفته 10 روزه داره کلاب های مختلف، روم های مختلف در این مورد صحبت میشه. خیلی بحث های مختلفی هم شده که اصلا ادعای نبوت، الان از دیدگاه درون دینی، حالا خود مسلمان چیز دیگه بگیم، ادعای نبوت محمد هم زیر سوال میره. و حتی به نوعی که حالا این اسکپتیک آقای شکاک ما اومده در کلاپاس ادعای پیامبری هم کرده. یعنی خیلی جالب، یعنی بر اساس همین استدلال اومد ادعای پیامبری هم کرده، میگه من الان اسکپتیک صلی الله هستم. اولا آره، خواستم این استدلال این قابل تشخیصی بین بابک یک و بابک دو قابل فهم بود؟ آره متوجه شدیم ما اینجا. حالا این میگم آره بحثش حالا مفصله، حالا با در موردش حالا بعد درست چی شد؟ نه بیام بالا، من نفهمیدم. آرش اگه میخوای بیا بالا امتحان کن، بیا بالا، بذار لینک رو بذارم یه بار دیگه، به کسی دیگه رو این لینک نزنه، این فقط برای بابک برای آرش. بذار من لینکش رو بذارم. آه بریم ببینم این فاصله میخوای نقاشیمونو نشون بده، هنر هفتمونو. آره okay. این یه سبک جدید، یه هنرمند دیگه است، دوتا خانم محجبه هستن. ما میخوایم عشق بین این یه ادامه هم داشت من بگم عشق بین نژادهای مختلف. بگو. نه بگو بعد دیگه چیز میکنم ادامه اون سوالمون بحثم میگم میخوای یا نه، چون چیزی نیست، یه نکته بیشتر نداره که آتئیست های کلاپاس هستن چی گفته. ادامهش پینوشش اینه، میگه این موضوع 10 روز کل فضای کلاب هاوس رو درگیر کرده و دوست داریم نظر شما هم آرمین جان و تحلیلتان را بشنویم. به ویژه با فرض گرفتن وجود خدای واحد و فرض امکان وجود تجربه قدسی صادقانه، آتئیست ها میگویند اگر این دو مورد فرض بگیریم، این دو مورد هم فرض بگیریم، باز هم به غیر از خود محمد برای هیچ کس قابل موجه کردن نیست تجربه غار حرا. خب این برمیگه درسته، این برمیگه به همون مثال من دقیقا. چقدر خدای احمقی که داره به من یه وحی میده که هیچ فرقی با یه تصدیق که با هیچ فرقی به من به خودم هم نمیتونم ثابت بکنم. آقا یه سال اگه خدا همین الان به ما من پیغمبر شدم به من وحی کرد، خب من از کجا میتونم بدونم که آیا این تخیلیه دارم زده به سرم یا این واقعا خداست؟ چجوری میتونم اینو بفهمم؟ حتی به خودم هم نمیتونم چجوری من اگه به خودم هم نمیتونم اینو اثبات بکنم، چجوری به بقیه اینو اثبات بکنم؟ آرش من تا قبل از اینکه بپره بیاریم بشه. آرش سلام می آن میوت کن خودتو، میکروفون آیکون میکروفون رو بذار. آرش صدامو داریم؟ بله داش. اگه صدام هست ببین آرمون جان، آره درود بر شما. من میگم من اصلا صدای شما رو خیلی خوب ندارم، ولی میگم امیدوارم صدامو داشته باشین. ببینیم آرمون جان، دقیقاً چیزی که بابک جان گفت خیلی درست بود، ادعا همین بود. ببین
بسیار مناظره های برگزار شد که این آقا میگفتن که آقا شما اگر ما این خدای واحد فقط نه اللهی که قرآن توضیح داده، یعنی اون حکمت و رحمت و اینا رو کاری نداریم، فقط ما فرض بگیریم یک خداوندی وجود داره و فرض بگیریم امکان تجربه قدسی هم به صورت صادقانه وجود داره، میگه بازم به هیچ عنوان شما نمیتونید ثابت کنید که آقا این محمد این تجربهش تجربه قدسی بوده و پیامبر بوده. و بسیار شیخا و آیت الله ها و اینا اومدن مناظره کردن و همشون هم کم آوردن و میگفتن آره چون که نمیدونم ادعایی که کرده خفن بوده، حتی این آقا پذیرفت، گفت من میپذیرم که قرآن خیلی هم خفنه، میگفت ما حتی اگه بپذیریم قرآن خفنه یعنی یک کاری که حالا تا الان کسی نکرده، پس منم اگر الان یک کاری بکنم تا الان کسی نکرده، تجربه صنع بشر، مثلا پیکاسو یک هنری داره که کسی تا حالا نتونسته اینو انجام بده، پس منم اگه ادعای پیامبری بکنم ما موجهیم قبول کنی. این بود که خواستم این سوال ازتون بپرسم که میگم دقیقاً با این دوتا فرض که خدایی وجود داره و تجربه وحی هم امکان پذیره، بازم ما نمیتونیم، بازم فکر نمیکنم ما بتونیم ثابت کنیم با این آرگومنت هایی که داده اسلام محمد پیامبر خداست. برای همین مثلا من در مجبور شدم مثلا شق و قمر رو اضافه کنم برای اینکه بقیه پیغمبر، این یه تناقض هم هست توی اسلام. خب برای همین پیغمبرای دیگه مثلا ادعا میکنن که معجزه داشته، خب مثلا دریای سرخ از وسط نس کردن، رفتش دوباره میچی بابک اینترنتش قطع شد فکر کنم بازم. برای همین عیسی مسیح ادعا میکرد که مثلا نابینا رو بینا کرد، نابینا رو شفا میداد. آره آره. و قرآن رو اگر مثلا اسلام رو اگر مطالعه بکنین اوائلش چه جوری بود که مثلا نشون میده که تو داستانا مردم انتظار داشتن که محمد معجزه بکنه، بعد معجزه نکرد، برای که میگفتش که من اگه معجزه بکنم شما قبول نکن، الان خیلی وضعتون خرابه برای اینکه مسلمون نیستی، ولی اگه من معجزه کردم اون موقع هم قبول نکردین دیگه بلایی سر شما خواهد اومد. من برای همین به خاطری که هواتون رو دارم میخوام اون بلا سر شما نیاد، معجزه نمی کنم. خب ولی من فکر کنم بعدها دیگه فهمیدن که این ببین بقیه پیغمبرها اینا معجزه داشتن، پیغمبر اینا معجزه نداره، این شق و قمر رو اضافه کردن به قرآن و اینا. البته میگم معجزه از محمد قرآنش بود، اینا اشاره میکنن تو لایو چت. آره ولی ولی اگه تو قرآن مردم معجزه بهتر میخواستن، خب مردم قریشی ها و اینا میگفتن که مثلا چه میدونم پرنده رو زنده کن، فلان کن، اینو این کار کن، کار کن. گفت من محمد گفت نمی کنم این کارا رو، برای اینکه اگه نکنم ایمان نیارین بدبخت میشید، به خاطر این شهر خودتون انجام نمیدم. گفت بعد یه شهرایی هم بغل هموناش بغلشون بود، میگفت ببین این شهر میدی منش داغون شد، یه پیغمبر خدا براشون فرستاد معجزه کرد قبول نکردن شهرشون داغون شد. خب برای همین من برای شما معجزه نمیکنم، این تو خود این تو اسلامه. خب ولی حالا این حرفایی که میزنه تناقض داره با اون شق القمره، برای اینکه محمد اینجا تو این داستانا گفته بود که معجزه نمیکنم، تو خود قرآن هست که معجزه نمیکنم به خاطر خودتون، پس چرا شق القمر کردی؟ آ بعدم شق القمر کردی چجوریه که فقط همون آدمو دیدن؟ من نمیدونم، خیلی جالبه همه دنیا ندیدن. واقعا این اتفاقی که میفته همه دنیا دربارش الان مینوشته بود، یه اتفاقی بود که همه میدیدن. ولی خب حتی با قرآن هم پرواز کرده بود، اونم هست. بعد دیگه یه عالمه معجزه، نه معجزه اون، نه خب اون ندید، اونو کسی ندید. نه ندید. آره میدونم، میگم اما بعد از این مسلمان‌ها دیدن که چقدر نظر معجزه دستشون خالیه، دیگه نشستن تو این 1400 سال هر دوره یه معجزه‌ای درست کردن برای خودشون. آره ولی برای محمد به غیر از شق و قمر چیزی اضافه نکردن که برای اثبات وجود خدا. خب بستگی داره دیگه، حالا برای محمد نکردن، مثلا برای علی گذاشتن دیگه، علی زمانی که آره برای علی اومد مثلا کعبه، مثلا دیوار کعبه هم ترک خورد. آره شطور آره. اصلا از کوه در اومد. آره خیلی اتفاق افتاد. اون من خیلی عجیبه برام این قریشی ها چجوری درباره اون فیلایی که با پرنده ها کشته شده، پرنده ها ابابیل، خیلی انگار هیچ یادش نبود، یه خیلی درباره موضوع که صحبت نمیکرد. من با یه همچه اتفاقی واقعا اتفاق افتاده بود، هر موقع این داستان تعریف میکنن عکس یادمون عکسی که تو کتاب دینی بود من میفتم و همیشه میگم فیل تو عربستان چی کار میکرد؟ من برام همیشه این سوال بود، این فیل ها از گرما از بیابی نمیمیرن؟ فیل به آب خیلی احتیاج داره.
نمیدونم مکه هم اومده بودن تازه چند تا بیابون هم پرسر سنگای اون پرنده اینجور مواقع که میشه اینجور مواقع که میشه اونجا خیلی جای خوش آب و هوا و خیلی منطقه مدیترانه ای و خیلی توپولی بوده آره اینجور مواقع بیام بیات عکسایی که ما کشیدن از یه اتفاق مثلا بد به زهرشونه نه اونجا بیابون خشک بدون آب علف اینا هیچی نداشتن خرما میخوردن فقط بس به شرایط داره دیگه تغییر میکنه